پس باید با همگه دعا بکنیم و از خدا بخوام که برادر ما رو لمس کنه دکتر عشقان رو که کلام خدا رو برای ما آوردن خدا من سپاس برای این ساعت مقدس واقعا تو خدای هستی که یک لحظه نمیشه به او شک کرد برای کارهای عظیمی کردی نه وقتی به دو هزار سال پیش نگاه میکنیم کاری که بر روی صلیب جوجوتا کردی نه به قبر خالی که نشانگر اینه که او زنده، تو زنده هستی بلکه امروز که در میان ما هستی و عمل میکنی من مطمئنم که بسیاری از دوستانی که تو رو تجربه کردن میتونن شهادت بدن که ما دیده ایم که تو چی کردی ای خداوندا ما شاهد هستیم برای کارهای عظیم تو واقعا تمام جلال به تو بدیم دلیل جمع شدن ما اینجا تو هستش ای خداوندا چنانکه اشتیاق داریم به حضور تو بیایم چنان که اشتیاق داریم با مقدسین باشیم در کلیسای متحد ایرانیان که ای فرصت به وجود اومده برای ما تا کلام تو رو بشنیم تا اینکه با هم در این مکان مقدس تو رو عبادت بکنیم دعا میکنیم الان کلام تو بفرستی توسط خادم دهی خداوندا آنچه رو که ایشون آماده کردم با قلب ما صحبت بکنی عطا بکنی خداوند که کلام باشیم نه فقط شنوندگان که خودشون رو فریب میدن ای خداوندا میخوایم که اگر از انتهای جلسه از اینجا هم جدا میشیم بگی بله من میدونم که اراده خداوند اینه برای من و میخوام در طول هفته که بیشتر رو دارم آن رو انجام بدم پس مبارک بساز کلام برادر ما رو و هران که میشنبه دعا میکنیم کلام نبوتی کلام پربرکت. برکت زندگی او رو عوض بگو که تو فرمودی که هر جو کلام هم بره بی سمر بر نمیگرده ای خداوند پس شفا و آزادی و های باز رو برای همه ما اعلام میکنم ای خداوند که قادریم که آنچه که تو گفتی به نام عیسی مسیح انجام بدیم سپاسگزاریم جلسه رو ادامه شو تو در نام قدوس عیسی مسیح دعا میکنیم آمین من میخوام از داستانی شروع بکنم در کریسمس سال 1944 در جنگ جهانی دوم در یک خانه کوچک در, در واقع مرز میان آلمان و بلژیک یک مادر و یک پسر دوازده ساله خب اتفاقی که میفته در خانه زده میشه در نیمه های شب خانواده آماده شام کریسمس هست و داره خوراک مرغی رو که مادر از مرغ های پرواری آماده شده آماده میکنه یک مادر و پسر هستن این خانواده و صدای در میاد که کسی در رو میزنه در رو باز میکنن و در این حین میبینن سه سرباز امریکایی که یکی از اونها بسیار بد مجروح شده در رو میزنه و میخوان وارد خانه بشن خب اگر ایشون افراد رو وارد خانه میکرد جرمش خیانت به آلمان ها بود و مسلما ممکن بود اینها رو راحت از بین ببرن این مادر خیلی ها میگن در اون شب کریسمس یک لحظه حتی تعمل نمیکنه و در رو باز میکنه و بلا فاصله میاردشون تو و شروع میکنه به زخم این سرباز امریکایی آمریکایی رسیدگی کردن و همینطور که داره کار خودش رو انجام میده و این سربازان رو کمک میکنه دوباره صدای در به صدا در میاد این بار کسی نیست جز سربازان آلمانی ممنون سربازان آلمانی این بار در رو میزنن و این زن در رو باز میکنه در رو باز میکنه سربازان آلمانی میان تو سربازان آمریکایی رو میبینن بر روی زمین و این زن همون لحظه برمیگرده به هر دو گروه سربازان آمریکایی و آلمانی میگه در این خانه جنگ نخواهد بود اسلحه های اونها رو از اونها میگیره و اونها رو بر سر سفره شام کریسمس مینشونه سربازان تسلیم میشن اسلحه های خودشون رو به این زن میدن و تمام شب به آرامی میگذره فردا صبح وقتی بیدار میشن سربازان آلمانی به سربازان امریکایی رو میکنن و میگن اگر میخواید برگردید به مرکز خودتون باید از این ایستگاه های بازرسی رد بشید و این کارها رو بکنید که بتونید به سلامت به محل زندگیتون برگردید سالها میگذره تا پسر دوازده ساله بزرگ میشه و این داستان رو با امریکایی ها در میان میگذاره و بعد این داستان بارها و بارها تکرار میشه چه عجیب در میان جنگ یکی از بزرگترین جنگ های تاریخ در شب کریسمس شبی که صلح و دوستی قرار پیغامش به زمین داده بشه سربازان جنگجوی دو طرف تسلیم میشن و خودشون رو به دوستی میسپارن چه رازی در کریسمس و در عیسی مسیح هست که در اوج جنگ و در اوج خونریزی افراد حاضرن جنگ رو کنار بگذارن خودشون رو تسلیم بکنن من میخوام امروز راجب دوستان خدا صحبت بکنم میخوام راجب یک حقیقتی صحبت بکنم که برای خودم خیلی زیبا بود وقتی کلام رو میخوندم اما اجازه بدید اول از یک دوستی بسیار زیبا براتون بگم قبل از اینکه به آیات اصلی موعظه امروز اشاره بکنم از اول سموئیل باب 18 آیات یک تا چهار رو میخوام براتون بخونم اگر کلام خدا رو با خودتون دارید میتونید باز بکنید و این کلام دلچسب رو اینجا بخونید با من اینجا بذارید براتون فقط یه کلیتی رو بگم اتفاقی که اینجا داره میفته در واقع بعد از داستان داوود و جولیات هست که داوود این لشکر فلسطین رو با قدرتی که خدا به او میده با یک در واقع تیر و کمان کوچک قلاب سنگ یا هر چیزی که اسمش رو بذارید از پا در میاره و بعد از این جنگ در واقع شاول داوود رو به نزد خودش میخونه تا با او سخن بگه پسر بزرگ شاول به نام یوناتان در واقع بعد از شاول قرار پادشاهی رو از او به ارث ببره و صحبت داوود با شاول تمام میشه و اینطور بقیه این آیات در این باب نوشته شدن باب 18 آیات 1 تا چهار واقع شد که چون او از سخن گفتن با شاول فارغ شد یعنی داوود دل یوناتان بر دل داوود چسبید یوناتان او را مثل جان خیش دوست داشت داوود را و در آن روز شاول وی را گرفته نگذاشت که به خانه پدرش برگردد و یوناتان با داوود عهد بست چون که او را مثل جان خود دوست داشته بود و یوناتان ردایی را که در برش بود بیرون کرده آن را به داوود داد و رخت خود را حتی شمشیر و کمان و کمربند خیش را نیست یوناتان در واقع قرار بود ولیعهد باشه و بعد از پدر پادشاهی رو طبق اون رسوم به ارث ببره ولی زمانی که داوود داره تمجید میشه دارن تمام قوم داوود رو یک صدا بلند میکنن برای اینکه بر, بر, که بر فلسطین و بر جولیات پیروز شده یوناتان حسادت نمیکنه یوناتان نمیگه ای وای خطر قدرت بر من اومده واکنش یوناتان یه چیز خیلی عجیبه به نظر من یوناتان میره سراغ داوود و میگه جان او با جان داوود در هم تنیده شد یک دوستی ف... فوقلاده نزدیک اینجا شکل میگیره یه دوستی که شاید در خود برای خود شاول در آینده از روی حسادت میخواد داور رو از بین ببره اما پسر او درست مخالف شاول پدرش هست به جای حسادت نقطه مقابل او رو برمیگزینه و به نزد داوود میره و جان او میگه به جانش بسته میشه من نمیخوام وارد تحلیل الهیاتی سنگین این متن بشم فقط چند تا نکته رو تو این بخش اشاره کنم یوناتان ردای خودش رو بیرون میکشه ردایی که ردای ولیعهدی است و او رو میده به داوود یعنی از این به بعد جایگاه و مقام من جایگاه و مقام توست تو انقدر عزیز هستی شمشیر و دا... کمان و کمربند خودش رو یعنی من برای تو خواهم جنگید برای تو خواهم ایستاد آنچه من دارم مال تو جان تو برای من عزیزه. از این دوستی ها تقریبا میشه گفت اگه کم پیدا نشه پیدا نمیشه. خیلی کمه کسی که انقدر جانش به جان ما در واقع تنیده بشه. حاضر باشه همه خود چیز خودش رو قدرتش رو جایگاهش رو تمام زندگی خودش رو وقف بکنه من این موزه رو به داستان یوناتان و داوود اختصاص ندادم اما بعد یوناتان بارها و بارها برای ایجاد صلح بین پدرش و داوود تلاش میکنه و میانجیگری میکنه بارها و بارها من فقط به این بسنده میکنم که از دوم سموئیل باب یک برای شما بخونم از آیات 17 به بعد وقتی که داوود در وصف یوناتان و شاول که مردند در یک جنگ سخن میگه و ببینید چه کلماتی رو داوود با احساس به کار میبره و داوود این مرسیه را درباره شاول و پسرش یوناتان انشا کرد و ام فرمود که نشید قوس را به بنی یهودا تعلیم دهند اینک در سفر یاشر مکتوب است این صحبت هایی که انجام میشه زیبایی تو اسرائیل در مکان بلندت کشته شد جباران چگونه افتادند در جت اطلاع, اطلاع ندهید و در کوچه های اشغلون خبر مرسانید مبادا دختران فلسطین شادی دی کنند و مبادا دختران نامختونان وجد نمایند ای کوهای جلب و شبنم و باران بر شما نبارد و نکس کشزارهایت هدایا بشود زیرا در آنجا سپر جباران دور انداخته شد سپر شاول که گویا به روغن مست نشده بود و از خون کشتگان و از پی جباران کمان یوناتان بر نگردید و شمشیر شاول توهی بر نگشت شاول و یوناتان در حیات خیش محبوب و نازنین بودند و در مت خود از یکدیگر جدا نشدند از عقاب ها تیز پرتر و از شیران تواناتر بودند ای دختران اسرائیل برای شاول گریه کنید و شما را به قرمز و نقایص ملبس می ساخت و زیورهای طلا و لباس شما می گذاشت شجاعان در معرض جنگ چگونه افتادند ای یوناتان بر مکان های بلند خود کشته شده ای ای برادر من یوناتان برای تو دلتنگ شده هم. برای من بسیار نازنین بودی محبت تو با من عجیب تر از محبت زنان بود جباران جب چگونه افتادن و چگونه از در جنگ تلف شد چه واجه ها و چه صحبتی رو داوود میکنه در مده یوناتان و حتی شاولی که بعدا به زده دو بارها و بارها بلند میشه تا او رزبه ببره چه دوستی عمیقی اینجا بین یوناتان هست و داوود و واقعا یکی از بزرگترین دوستی است که شاید در تاریخ کتاب مقدس و در تاریخ انسان نقل قول میشه از او جان این دو به هم گره میخوره چقدر زیباست من میخوام از این مثال ها شروع بکنم ام یک مثال دیگر رو بزنم و بعد به آیات انجیل یوحنا باب 15 آیات 12 تا 16 برم که تمرکز امروز ما خواهد بود پس اگر دوست دارید میتونید این متن رو آماده بکنید انجیل یوحنا باب 15 آیات 12 تا 16 در یک جزیره در چین به نام یلچ اگه اشتباه نکنم یا یلیچ دو نفر به هم دیگه بر برمیخورند یکی نابینا و دیگری بدون دست شخص نابینا کاری از بر نمیاد چون چیزی نمیبینه شخص بدون دست کاری نمیتونه بکنه این دو شخص به هم نگاهی میکنن و با هم یک تصمیم میگیرن ما شروع خواهیم کرد و در مزرع کنار دهکده خودمون درخت خواهیم کاشت و شخصی که دست نداره بر پشت شخصی که چشم نداره میافته و چشمان او میشه و همینجور همدیگر رو میبرند تا به درخت به جایی که درخت بکاشته کاشته بشه میرسن کسی که چشم نداره از کسی که چشم داره و دست نداره میپرسه کجا رو باید بکاریم و اون شخصی که چشم داره میگه اینجا رو ولی من دست ندارم پس دیگری دست او میشه و اون درختان رو میکاره و بعد از سال 2000 بالغ بر ده هزار درخت کاشته شده در این منطقه و سرسبز شده چه دوستی عجیب و عمیقی نه دو نفر با دو ناتوانایی بزرگ به یک قدرت بزرگ تبدیل میشن و میگن این ما با هم دیگه جمله قشنگی توی صحبتشون در ویدیویی که من ازشون دیدم میکنم میگن ما در کنار هم ناتوانایی رو در خودمون نمیبینیم چه دوستی عظیمی و امروز وقتی خدا اگر به این آیات نگاه کنیم دوست ما میشه ناتوانایی ما دیگه مهم نیست چرا که در او و با او هستیم پس بریم سر اصل مطلب به قول مجالس خواستگاری یا اصل کلام خدا خب من این آیات رو با شما میخونم و بعد میخوام وارد بشم به این متون خیلی به نظر من متن بسیار جالبی است مسیح با شاگردانش سخن میگه میگه این از حکم من یکدیگر را محبت نمایید همچنان که من شما را محبت نمودم کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد شما دوست من هستید اگر آنچه به شما ها کنم به جا آورید دیگر شما را بنده نمیخوانم زیرا که بنده آنچه آقایش می کند نمی لکن شما را دوست خواندم زیرا که هرچه از پدر شنیدم به شما بیان کردم شما مرا برنگزیدید بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند تا هر چه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا شود خب چه کلام جالبی بیاد با همدیگه بشکافیمش ببینیم خداوند برای ما چه چیز رو باز میکنه صحبت که اول میخوام روش تمرکز بکنم اینه که میگه شما رو از این پس بنده نخواهم خواند بنده یعنی چی و منظور از این رابطه بندگی و آقایی چی هست در این تاریخ و در این فرهنگی که کتاب مقدس نوشته شده جالبه وقتی ما در عهد عتیق نگاه میکنیم واژه بنده برای آدم های کمی به کار نرفته کسانی که بنده هستند در آیات مختلف کتاب مقدس افرادی مثل یوشه هستند توی بیوار 24 آیه 29 که در واقع ایوب هست یک باب یک آیه هشت که خدا میگه این بنده ای من ایوبه دوم سمویل هفت پنج باز راجبه لغت بندگی استفاده میشه اونجا و خدا از این لغت استفاده میکنه توی اشعیا و جاهای مختلف راجع به افرادی مثل یوشع مثل موسا مثل ایوب این لغت به کار میره حتی تو عهد جدید خیلی از شاگردان مسیح خودشون رو بنده او میدانند پولس در رومیان یک یک خودش رو غلام و رسول مسیح میدونه یعقوب در یعقوب یک یک میگه یعقوب که غلام خداوند و خداوند ایسای مسیح هست و همینجور ادامه پیدا میکنه یوحنا تو مکاشفه یک یک خودش رو بنده میدونه این واژه بنده یا غلام به چه معنی بود توی اون فرهنگ واژه بنده یا غلام یعنی کسی که تسلیم یک شخص دیگری است و در واقع وابسته به اون شخص دیگر هست وابسته برای اینکه خوراک و نیازهای او رو آغاش براش فراهم بکنه از طریق آقاش محافظت میشه آقای اوست که مراقب جان اوست و از او مراقبت میکنه او قرار هرچه آقاش میگه انجام بده و خیلی وقتا نمیدونه چرا آقا میگه و بنده انجام میده آقا بنده آگاهی از کارهای آقا نداره پس واژه بنده و رابطه بندگی لزوما چیز بد و منفی نبود ولی یک تعریف خاصی رو داشت تعریف اون رابطه در واقع متیانه ولی نه زیاد نزدیک رابطه نزدیک و صمیمی نیست اما عیسی مسیح میاد و در واقع به شاگردانش یه چیزی میگه میگه من دیگه به شماها بنده نمیگم تا قبل از این خیلی ها در عهد عتیق به اسم بنده خوانده میشن تک توکن افرادی که دوست خدا خونده میشن یکی از اونا ابراهیمه نه ابراهیم دوست خداست ام توی آیات مختلف اینو میبینیم دوم تواریخ 27 اشعیا 41 8 و خیلی جالب اشعار خش رو براتون بخونم میگه اما توی اسرائیل بنده من و یعقوب که تو را برگزیدم و ای ذریت دوست من ابراهیم چقدر زیباست نه خدا ابراهیم رو دوست خودش میدونه و با ابراهیم حرف میزنه اگه ما حالا برگردیم سر داستان های ابراهیم ابراهیم با خدا گاهی صحبت میکنه خدا میگه به خدا میگه اینو از بین نبر این شهر صدوم رو اشکالی نداره اینا وضعشون بهتر در اونها ب... در بین اونها مردان عادلی هستن و همینجور دوستی بین خدا و ابراهیم زبان زد میشه موسا کس دیگری است که دوست خداست در عهد عتیق خیلی تک توک هستند توی خروج سیوسه یازده و خداوند با موسا روبرو سخن میگفت مثل شخصی که با دوست خود سخن میگوید و افراد دیگری هستند که شاید به صورت مستقیم به عنوان واژه دوست برشون به کار نرفته ولی مثل خنوق و چند نفر دیگری هستند داوود رو خیلی ها میگن مثل دوست خدا چون قلب او به خدا نزدیکه پس توی رابطه بیشتر افراد در عهد عتیق در رابطه بندگی هستند و این رابطه بندگی یک رابطه پر از وابستگی یک رابطه پر از رفع نیاز یک رابطه یک طرفه بیشتر از سمت اینکه آقا به بنده بگه و بنده انجام بده بیشتر در این راستا جلو میره وقتی ما به عهد عتیق نگاه میکنیم حتی کاهن خدا که قرار به حضور خدا بیاد باید ماها دعا بکنه تا سالی یک بار اونم با یک شرایط ویژه بتونه به حضور خدا ظاهر بشه هر کسی حق نداره بیاد چرا که همه بندگان او هستن و بنده حق نداره هر کاری دلش میخواد بکنه آقا باید به او بگه چه اتفاقی میافته خیلی ها امروز تو دنیای امروز با خدا چنین رابطه ای دارن ما بندگان خدا هستیم خدا هر چی بگه ما انجام میدیم ما از دل خدا خبر نداریم ما از افکار رو مطلع نیستیم ما نمیدونیم خدا ما رو دوست داره یا نه ما میدونیم خدا از ما یه کارهایی رو میخواد که اگه انجام بدیم به بهشت میریم حالا تعریف بهشت بماند و اگه نه به جهنم تعریف جهنم بماند این انتخاب ماست میتونیم تو این رابطه به صورت بنده و خدا بمونیم اگه میخوایم اما خدا انتخاب دیگری داره خیلی جالبه انتخاب خدا متفاوته از عبارت دوست مسیح استفاده میکنه بذارید یک توضیح راجع به عبارت دوست اون فرهنگ با هم دیگه داشته باشیم شاهان و شاهان ایران پادشاهان ایران یا مشرق زمین و امپراتورهای روم در دایره دربار خودشون یک گروه مخصوصی رو داشتن به نام دوستان پادشاه خیلی جالبه این این تعریف این دوستان پادشاه با تمام در واقع دیگر افراد دربار فرق میکنه اینا گروه منتخبی هستند توسط پادشاه انتخاب شدن این افراد همیشه میتونن به پادشاه دسترسی داشته باشن لازم نیست که مثل بنده منتظر باشن که آقا اونا رو بخونه اینا دسترسی دارن به پادشاه در ابتدای روز حتی حق داشتن به اتاق خواب پادشاه برن قبل از اینکه پادشاه با هیچ کسی دیگه یه حرف بزنه قبل از اینکه با دولت مردان حرف بزنه قبل از اینکه با جنرال ها صحبت کنه قبل از اینکه با حاکمان صحبت کنه با دوستان خودش در اتاق خواب خودش صحبت میکنه چه دایره عجیب و جالبی نه شاید آدم خیلی دلش میخواد حتی بیشتر از وزیر دوست پادشاه باشه نه من میتونم هر وقت میخوام به پادشاه دسترسی داشته باشم میتونم نزد او برم دوستان پادشاه در واقع کسانی بودند که نزدیکترین و صمیمیترین ارتباط رو با پادشاه داشتن صمیمیترین ارتباط با پادشاه وقتی که مسیح با شاگردانش صحبت میکنه داره اونها رو به یک چنین لول یا یک ارتقای اینچنینی بلند میکنه اینها نه بعد از این بنده هستند و حتی نه بعد از این شاگرد فقط هستند چون شاگرد هم اون کاری رو میکنه که استاد میکنه اما این بار مسیح میگه شما دوستان من خوانده خواهید شد چه حقیقت صمیمی و نزدیک و عجیبی چه واژهای رو مسیح انتخاب میکنه اینکه ما بتونیم انقدر به او نزدیک بشیم که او ما رو دوست بخوانه و ما بتونیم به او دسترسی داشته باشیم در هر وقتی که میخوایم و همینطور قبل از اینکه خدا با فرشتگان و با دیگران صحبت کنه با دوستان خودش اول روز سخن بگه اول من میخوام صدای دوستانم رو بشنوم جالبه دوستی از یک برابری صحبت میکنه نه نه برابری الوهیت که خدا تنها خداست بلکه از یک برابری ارزشی که من برای تو مثل یک بنده با تو صحبت نمی کنم تو برای من مهمتر از اینی من میخوام با تو درد دل کنم بشینیم با هم حرف بزنیم شاید این باز برمیگرده به اینکه خدا انسان را به شباهت خدا فرید نه ما دوستان خدا خوانده میشیم و خدا میخواد با ما سخن بگه توی ادامه این آیه باب 15 آیات 12 و 16 که داشتیم با هم نگاه میکردیم مسیح میگه شما دوست من هستید اگر آنچه به شما حکم کنم به جا آورید پس یکی از شرایط نگه داشتن این دوستی یا بودن در این دوستی در واقع اطاعت از صحبت های مسیحه دوستی مسیح دوستی نیست که بش ازش سو استفاده کرد ما تو دوستی هایی تو دنیا وارد میشیم که دیگران میخوان از صمیمیت از توانایی ها از قدرت هایی که ما داریم سوء استفاده کنن اما اینطور نیست در دوستی با مسیح در واقع در یک رابطه نزدیک ما باید به آنچه که این دوست حکیم به ما میگه گوش کنیم و از او بشنویم نکته مهمیه و بعد میگه دیگر شما را بنده نمیخوانم زیرا که بنده آنچه آقایش میکند نمیداند لاکن شما رو دوست خواندم چرا زیرا هر از پدر شنیدم به شما بیان کردم <applause> واو مسیح در آسمان از ازل در حضور پدر بوده هر از پدر شنیده به شاگرداش گفته چه چه امتیاز عظیمی خدا خدای پدر نمیخواد حرفاش و فکراش مخفی بمونه بلکه به عیسی مسیح گفته و بعد به مسیح گفته برو به دوستانت بگو مسیح به دوستان خدا بگو به اونا بگو چه خبره فکرهای منو باشون در میون بگذار هر چه از پدر شنیدم به شما بیان کردم چه امتیاز عظیمی کام چند تا آیه برم برای اینکه اینو خود پررنگ کنم یوحنا 17 باب باب آیه 6 و 8 6 تا هشت اسم تو را به آن مردمانی که از جهت من عطا کردی ظاهر ساختم مسیح داره به پدر میگه از آن تو بودن و ایشان را به من دادی و کلام تو را نگاه داشتن یعنی اطاعت کردن از من و الان دانستن آنچه به من دادی از نزد توست زیرا کلامی را که به من سپردی اون چیزهایی را که به من گفتی به دیشان سپردم و ایشان قبول کردن و از روی یقین دانستند که از نزد تو بیرون آمردم پس ایمان آوردن که تو مرا فرستادی پس این حقیقتی رو که پدر به پسر گفته پسر به شاگردان میگه و شاگردان ایمان میارن که شاگردان فقط دیگه شاگرد نیستن بلکه دوستان مسیح هستن یه جای دیگه خیلی این قشنگ باز میشه متا باب 13 آیه 10 و 11 آنگاه شاگردانش شاگردان مسیح نزد اون میان نزد مسیح میان به وی گفتن از چه جهت با اینها به مسائل سخن میرانی در جواب ایشان گفت دانستن اسرار ملکوت آسمان به شما عطا شده لکن به دیشان عطا نشده است به چه کسانی؟ به دوستان خداوند مسیح میگه این پس دوستان هستید چرا که آقا اون چیزی رو که میخواد انجام بده نمیگه ولی من به شما همه چیز رو گفتم امروز من و شما به عنوان دوستان خدا که به مسیح ایمان آوردیم وارد افکار و رازهای خدا شدیم تعجب نکنیم خیلی وقتا افراد صحبت هایی که ما میکنیم رو متوجه نمیشن اینا اسراریه که خدا با دوستان خودش در میون گذاشته چند تا از این رازها فقط اشاره آیات میکنم بعدا خودتون تو وقت خودتون بخوانید راز روبود شدگی تو اول قرنتیان پونزه پنجا یک میگه همانا به شما سری میگویم که همه نخواهیم خوابید لکن همه متبدل خواهیم شد راز انجیل توی افرساسیان شش نوزده و برای من نیست تا کلام به ما به من عطا شود تا با گشادگی زبان سر انجیل یا راز انجیل را به دلیلی اعلام کنیم راز اراده خدا افخصواسیان نه، راز مسیح و نجات عممد ها افخصواسیان4۶، راز رابطه مسیح با کلیسا افصییان 5 یا 1 و سی راز وجود مسیح در ما در کلوسیان 1 26 و ۷ و همینطور من میتونم ادامه بدم به رازهایی که خدا با دوستان خودش در میون میذاره. راز ایمان راز دینداری خود با هم جلوتر بریم توی متن زیبا چقدر چه امتیازی واقعا بقیه باب پونزده یوهن آیه شونزده شما مرا بر نگذیدید. بلکه من شما را برگزیدم توی فرهنگ اون موقع وقتی که کسانی میخواستن شاگرد و استادی بشن شاگردان به سراغ استاد می رفتن و می گفتن استاد ما رو بپذیر ما می شاگرد تو باشیم اما دقت کردید مسیح با شاگردانش این کارو نکرد مسیح خودش دونه دونه اونا رو انتخاب کرد نه هر جا که رد میشد می گفت شما با من بیایید شما دنبال من بیایید و اینجا دوباره تاکید میکنه میگه شما مرا بر نگزیدید رابطه ما تنها رابطه بنده و آقا نیست من شما رو انتخاب کردم به چه عنوان به عنوان دوستان خودم <applause> و خدای آسمان و زمین ما رو از ازل به عنوان دوستان خودش انتخاب کرده دنبال دوست خوب میگردید دنبال دوست وفادار میگردید دنبال دوست قادر میگردید دنبال دوست حکیم میگردید حتی لازم نیست انتخابش بکنید خدا شما رو انتخاب کرده ایسای مسیح رو بشناسید و در او دوستی خداوند رو خواهید یافت. شما من را نگذیدید بلکه من شما را برگزیدم. ما منتخبین مسیح هستیم تا دوستان او باشیم. و شما را مقرر کردم حالا گفت وقتی شما دوستان من هستید اگر آنچه را میگم انجام بدید پس حالا اینجا میگه شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند تا هرچی از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا شود باز این آیه هرچی میخواهید به طلبید به شما داده شود وصل به صورت مستقیم به بشارت کلام این اینجوری نیست که ما بریم نزد پدر هر چی دلمون میخواد از او بخوایم نه هر چیزی که در راستای اوامر مسیح دستورات مسیح و بشارت کلام اوست حداقل تو این آیه داره راجع به این صحبت میکنه نه چقدر زیباست واقعا ام. که خدا ما رو انتخاب میکنه و ما رو دوستان خودش میکنه وقتی ما یه کاری رو میخوایم به جلو ببریم و مطمئن نیستیم چه کسی در غیاب ما میتونه این کار رو بکنه اون کار رو به کی میسپریم نه فقط به شخصی که اون کار رو بلد باشه چون ما بهش اطمینان کنیم نه به دوستان خودمون حتی حاضریم به دوستانمون یاد بدیم چی کار بکنن اونها اون کار رو انجام بدن چرا چون دوستان امین هستند و دلشون با دل ما یکیه یادتونه گفتم یوناتان دلش با داوود گره خورد جان او با جان داوود گره میخوره امروز چنین دوستانی رو ما طلب میکنیم و در خداوند ما چنین دوستانی برای او هستیم جان خدا خوب گوش خیلی مهمه جان خدا در عیسی مسیح با جان ما گره میخوره مثل جان یوناتان و داوود مسیح جونش رو برای ما میده و حالا او در ما ساکن امروز که شیش مونه موزه میکردن و ما در او یک یک اتحادی هست اینجا سرنوشت و جان انسان به جان و وجود خدا گره میخوره و اون گره خوردگی اون عهد اون دوستی بین ما و خدا جاری میشه و خدا در این در این در همتنیدگی الهی عیسی مسیح با خلقت خودش این بار ما رو دوست میخونه و ما رو دعوت میکنه تا در دوستی خدمتی رو که از ما میخواد انجام بدیم و خدمت انجیل رو تا میوه بیاریم تا دوستان خداوند و دوستان ما بیشتر بشن من میخوام با متن دیگری صحبت امروز رو تمام میکنم اول قرنتیان باب دو آیات دوازده تا شونزده لاکن ما روح جهان را نیافتیم اول قرنتیان دو دوازده تا شونزده لاکن ما روح جهان را نیافته ایم بلکه آن روح که از خداست تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدانیم خدا باز با ما از طریق روحش سخن میگه در قیاب مسیح بر روی زمین که در او در آسمانه ما رو یتیم نمیگذاره روح القدس رو میده و حالا روح القدس قراره به ما کمک کنه ما بدانیم رازهای دوستمون را که آنها را نیز بیان میکنیم نه به سخنان آموخته شده از حکمت انسان بلکه به آنچه روح القدس میآموزد و روحانی ها را با روحانی ها جمع می نماییم خیلی ها سعی کردن دوستی خدا رو بخرند خریدنی نیست خدا ما را انتخاب میکنه و به ما عشق میورزه ارزش دوستی او ورای این چیز هاست اما انسان نفسانی امور و روح خدا را نمیپذیرد زیرا که نزد او جهالت است و آن را نمیتواند فهمید زیرا که حکم آنها از زیرا حکم آنها از روح میشود لاکن شخص روحانی در همه چیز حکم میکند و کسی را در روح حکم نیست زیرا چرا؟ زیرا کیست که فکر خدا را دانسته باشد تا او را تعلیم دهد لکن ما فکر مسیح را داریم چه چه افتخاری چه حکمتی چه قوتی داشتن فکر مسیح هر چه که بین پدر و پسر گذشته به ما انتقال داده شده امروز ما بندگان خدا نیستیم بلکه دوستان خدا هستیم دوست خدا بودن با رفتن فقط یک شنبه ها به کلیسا نیست دوستی به ملاقات هفته یک بار نیست دوستی به گره خوردن جان دو نفره دوستی یعنی که من هر لحظه به دوستم فکر بکنم افکار او رو بدانم دل او رو بشناسم بتونم برای خواسته های دوستم جان خودم رو بدم یوناتان بارها و بارها جونش رو در خطر میگذاره برای چی برای اینکه بتونه دوست خودش رو نجات بده یوناتان آدم ترسوی نیست حتی جون خودش رو برای پادشاه بارها در میون میگذاره اصلی رو که شاید مسموم میخوره او, او شخص جنگجویه آدم حکیمیه ولی جانش گره خورده به جان داووده پس برای داوود همه کار میکنه و امروز میخوام به این فکر کنیم توی همین باب پونزده که براتون خوندم میگه بسی از خدایه بخونم براتون چون میخوام این خود کلام رو دوش تمرکز بکنیم خیلی زیباست قبل از اینکه آیاتی رو که باز کردیم بگیم اینجا میگه کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد ما امروز یه دوستی داریم خدا که حاضر شده جان خودش رو برای دوستش بده حکمت خودش رو با ما در میون بذاره رازهای آسمان و زمین رو با ما در میون بگذاره ما رو در همه راه با کمک رول حمایت بکنه آیا امروز ما حاضریم برای دوستی او بها بدیم آیا حاضریم دوستی او رو بپذیریم آیا حاضریم با تمام وجود برای او خدمت کنیم و میوه بیاریم دوست ما از ما این رو خواسته دوستی که از برادر چسبنده تره نه من میخوام دعوت کنم امروز از کسانی که این کلام را میشنوید یک لحظه با من دعا کنید حتی اگه مسیح رو به عنوان دوست نمیشناسید بیاید با او سخن بگیم از او بخوایم خداوند عیسی مسیح هرچه بیشتر به تو نگاه میکنیم بیشتر شگفتی وجود تو در ابعاد مختلف فکر ما رو تازه میکنه ای خداوند تو ما انسانهایی رو که خودمون از خودمون خیلی وقتا خوشمون نمیاد خودمون نمیخوایم در آینه به خودمون نگاه کنیم نمیخوایم زشتی های خودمون رو به یاد بیاریم خداوندا تو به ما نگاه میکنی و میگی من شما رو برای دوستی برگزیدم شاید این حقیقت امروز به کلام به حکمت برای ما شنیده شده ولی طول میکشه تا ابعاد مختلف دوستی خدا برای ما باز بشه پس مسیح جان بشکاف یعنی چی؟ تلاش ما امروز این بود که با نگاه به این آیات کمی فقط کمی حداقل درک کنیم اما احتیاج داریم تو مکشوف کنی که دوستی تو یعنی چی؟ دوستی که تو جان خودت رو برای ما دادی آسمان رو ترک کردی تحقیر شدی همه اینها رو کردی تا بتونیم در مجازات موت که از ما برداشته شده به تو نزدیک بشیم تو دوست داری که ما با تو دوستی کنیم دنیا ما رو رد میکنه همسالان ما کسانی که حکیم میدونن خودشون رو دانشمند و آگاه میدونن اما تو از بین این همه ما رو فقیران در روح رو انتخاب کردی ما که میدونیم چقدر گناه در ماست و چقدر گذشته تاریکی داریم چطور خیلی وقتا حتی باور کنیم که تو ما رو برگزیدی برای دوستی احتیاج داریم تو با روح خودتین رو برای ما باز کنی عشق خودت رو محبت خودت رو خداوندم امروز هر کسی که در این خصوص سوال داره دعا میکنم تو به سوالات رو پاسخ بدی تو به معرفت روح القدس خودت بشکافی و تو دوستی خودت رو در نزدیکی با او آغاز کنی دوستی که داوود میگه این دوستی های نزدیک وراتر از حتی عشق عاشقانه است یک دوستی عجیب و متفاوت یک دوستی فوق از تصور بشر دوستی خدا با انسان امروز اگر کلام خدا رو بشنویم و بپذیریم ما دوستان تو هستیم خداوند ممنونیم برای این امتیاز در ادامه هفته دعا میکنیم تا این رو برای ما باز کنیم کسانی که تنها هستید کسانی که دوستان شما به شما خیانت کردن نمیخواید دیگه با کسی دوست بشید چون آسیب خوردید زخمی شدید دروغ و خیانت دیدید من امروز از شما دعوت میکنم عیسی مسیح رو به عنوان دوست بپذیرید و زندگی شما عوض خواهد شد زندگی شما عوض خواهد شد به نام زیبای مسیح دعا میکنیم به قوت روح تو که به معرفت به ما آگاهی میده از فکرهای تو تا فکر تو رو داشته باشیم مسیح در حضور و اراده عالی ازلی و ابدی تو پدر که در برای خیریت ما در کاره با گذاری دعا میکنیم آمن ممنون از این که امروز با ما بودید امیدوارم دوستی خداوند بعد از این با شما باشه اگر دوست داشتید ما دوست داریم <applause> ما مانند مسیح عاشق این هستیم که با شما دوستی کنیم بیایید بذارید در دوستی در نزدیکی و رابطه نزدیک انجام میشه خدا از آسمان ترک میکنه آسمان رو به زمین میاد از نزدیک با ما در ارتباط باشه ما هم دوست داریم از نزدیک با شما در ارتباط باشیم آدرس کلیسا رو دارید 19359 لاندل ستریت شنیدم بعد از عزیزان میاد ولی شاید در ساختمان های دیگری میرید و دنبال ما میگردید ما سعی کردیم تابلو رو بذاریم بیرون و شماره کلیسا رو زنگ بزنید اگر رسیدید و پیدا نکردید ما میایم بیرون و کمکتون میکنیم وقت خداوند با شما باشه به ساعت خداوند جلو برید در زندگیتون ساعت های دنیا رو ول کنید این ساعت های دنیا پر از خبرهای بد و اتفاقات انسانیه مراقب خودتون باشید به نام عیسی مسیح دعا میکنیم فیض خداوند ما عیسی مسیح محبت خدای پدر و شراکت روح القدس. با شما باشد و بماند از حال تا عبدالاباد. آمین thank you